بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف هفتم سلام وقتتان بخیر امیدوار استم که حال همه ای شما عزیزان خوب باشه خدا را شاکر هستیم که با یکدیگر به چهاردهمین جلسه از مضمون بیولوژی صنف هفتم رسیدیم و باز امیدوار هستم که شما شاگردای خوب درس گذشته را به خوبی خوانده باشید و یاد گرفته باشید خب مطابق برنامه ای که ما و شما داریم ابتدا با یک دیگه میریم و به نق... مهمترین نکات درس گذشته خود ما یک ارزیابی میکنیم یک مروری میکنیم و بعد از اون برمیگردیم میاییم و درسهای جدید امروز با یک دیگه یاد میگیریم خب شاگردای خوب سنف هفت خوب خوب دقت داشته باشید سوالاتی که امروز ما برای شما تهیه کردم سوالات تشریحی هست خب در قالب از این سوالات تشریحی مهمترین نکته های درس گذشته را جای دادیم ما سوالات می میخوانم ایشالله که شما خوب خوب درس خواندید و میتونید پاسخ مناسب و صحیح بدید. سوال اول ساختمان ساقه نباتات چوبی شامل چه بخشایی است؟ اگر در دا یاد داشته باشید که حتما هم به یاد دارید در دا جلسه گذشته گفتیم که ساقه نباتات به سه بخش تقسیم میشه پوست بخش بخش خارجی یا پوست بخش میانی و بخش مرکزی که همون ساقه نبات بود خب ده سوال اول از شما قسمت ساقه نبات سوال کرده بود که ما این سه قسمت نام بردیم سوال دوم کارتکس چیست و چه نقشی در نباتات در نباتات داره خب بازم اگه به یاد داشته باشید گفتیم که پوست ساقه نباتات ما به دو بخش تقسیم کردیم به یک بخش خارجی و دومی بخش داخلی بود که بخش داخلی این نباتات کارتکس نام داشت خب این کارتکس در نباتات نقشی که داره محل ذخیره مواد غذایی بود او بخش خارجی پوست بود که دارای حجرات مرده زخیم و سخت بود کار بخش خارجیش در چی بود بخش خارجی ساقه نباتات از از دست دادن آب و ورود میکروب ها جلوگیری میکرد و باعث میشد که صدماتی که به ساقه نباتات وارد میشه ایجاد زخم یا ایجاد آسیب به حجرات و لایه های زیرین نداشته باشه خب سوال سوم درباره کامبیوم چه میدانید یادتان هست که گفتیم کامبیوم در کجا بود آفرین به شاگردایی که درس گذشته را به خوبی یاد گرفتن گفتیم در زیر کارتکس یک بخش یا یک طبقه یا یک لایهی هست که حلقوی هست و به او حلقه کامبیوم گفته میشه حلقه کامبیوم چی میساخت شاگردان؟ آفرین انساج انتقالی را میساخت یعنی زایلم ها و فلویم ها را میساخت خب طریقه ساخت، ساختن اینا را هم که به خاطر داریم گفتیم زایلم ها را به سمت مرکز یا به سمت مغز ساقه می سازه و فلویم ها را به سمت پوست یا خارج ساقه نبات می سازه. خب سوال چهارم مغز ساقه نباتات چوبی چه ویژگی هایی داره؟ مغز ساقه همو بخش مرکزی و داخلی ترین قسمت ساقه بود که گفتیم در نباتات جوان رنگش براحتی قابل تشخیص است و حجرات بزرگتری دارد خب کار یا نقشی هم که بخش ساقه نبات داشت محل ذخیره مواد غذایی بود انواع رشد ساقه نباتات چوبی را شهر دهید گفتیم نباتات چوبی هم رشد طولی داشتن و هم رشد چی؟ ارزی آفرین سوال بعدی رشد ارزی و طولی نباتات بر اثر فعالیت کدام بخش انجام می شود؟ خب بازم اگه درس گذشته را به خاطر داشته باشید گفتیم که رشد طولی ساقی نباتات در اثر رشد پندک های رأسی هست و رشد ارزی نباتات چوبی در اثر فعالیت یا تکسر همون حلقه کامبیون بود حلقه های تیره و روشنی که ما برای شما جلسه گذشته کامل و واضح تشریح کردیم که این حلقه ها بیانگر سال یا همون مدت سالی هست یا عمر یک نبات هست حلقه های تیره و روشن در ساختمان ساقه چگونه به وجود می آید؟ گفتیم که این حلقه ها طوری هست که بخش تیره اونا مربوط به انساج زایلم هست و بخش روشن اونا مربوط به انساج فلویم هست و در یک سال هم زایلم و هم فلویم ساخته میشه پس یک حلقه تیره و یک حلقه روشن با یک دیگر یک سال حساب میشه دیگه دهی ده حلقه ها چی گفتیم شاگردان؟ آفرین به اونایی که درس گذشته را خوب گوش کرده بودن گفتیم زخامت ای حلقه ها بستگی به آب و هوای هوو سال داره هرچه بارندگی در زو سال بیشتر باشه هرچه بارش و باران بیشتر باشه زخامت حلقه روشن بیشتر است و هرچه در زو سال خشکی خشکسالی باشه بارش و باران کمتری باشه زخامت حلقه تیره بیشتر خواهد بود این حلقه کامبیوم به نام حلقه های سالانه در نباتات شناخته میشه خب شاگردای خوب این نکات مهم درس گذشته بود اما ما و شما امروز به یک بخش جدیدی از نباتات میرسیم به نام برگ خب چیزایی را از برگ امروز ما و شما یاد میگیریم از ساختمان ظاهری برگ گرفته تا ساختمان داخلی یا مایکروسکوپی برگ انواع برگ تفاوت میان برگ ها و ای که ما چقدر از روی برگ نوع نبات رو بتانیم تشخیص بدیم خب شاگردای خوب ما در فصل نباتات که رسیدیم ابتدا ریشه را با یک دیگر یاد گرفتیم بعد ساقه را یاد گرفتیم امروز هم برگ می حالا ما و شما اگر ای را به عنوان یک نبات فرضی در نظر بگیریم ای بخشی که در دا داخل خاک هست ریشه بود که کامل در جلسات گذشته با یکدیگر خواندیم بخش دومی که پس از ریشه بر روی زمین نموف پیدا میکنه و رشد میکنه چی نام داشت ساقه که باز در جلسات گذشته کامل خواندیم امروز ما و شما به یک بخش جدیدی میرسیم به نام چی آفرین به نام برگ خب برگ در یک نبات اهمیت بسیار زیادی رو داره یک عضو حیاتی و مهم هست چرا به خاطر از که برگ محل مهمترین فرایند بیولوژیکی در نباتات هست به نام چی به نام فوتو سنتز یا ترکیب زیایی خب خود برگ از نظر رنگ سبز رنگ است یعنی عموماً برگ ها سبز رنگ هستند اما در فصل خزان که می رسیم این برگ ها رنگ رنگارنگ میشه تغییر رنگ میده که ان شاء الله در صنف یازدهم این تغییر رنگ ها رو اونجا ما و شما می و یاد می گیریم خب برگ های ما و شما به خاطر ای که محل فتوسنتز هست برای نباتات اهمیت فوق العاده زیادی را داره خب در جلسات گذشته در رابطه با فتوسنتز ما و شما خیلی چیزها را خواندیم و یاد گرفتیم اما باید تعامل کیمیاوی فتوسنتز هیچ وقت فراموش نکنیم به همین خاطر من مجددا اشاره میکنم فتوسنتز به این صورت بود که در برگ نباتات ما کاربون اکساید و آب داریم با عنوان مواد اولیه خب به کمک آفتاب یا نور خورشید برای ما و شما اکسیژن تولید میشه و یک ترکیب عالی یا یک مواد مهم غذایی به نام گلوکوز در فرایند ترکیب زیایی از کاربون دایوکساید و آب به کمک آفتاب و مواد معدنی موجود در خاک که توسط ریشه گرفته شده بود و به ساقه منتقل شده بود و به برگ رسیده بود فرایند فتوسنتز یا ترکیب زیایی انجام میشه هم برای ما و شما اکسیژن تولید میشه و هم گلوکوز این گلوکوز به عنوان اولین ترکیب یا اولین مولکول حیاتی و مهم به حساب می آید چرا که نباتات از این گلوکوز مقداری را صرف نیازهای خودش که شامل رشد و تولید مثل خود نبات هست مصرف میکنه و مابقی را حالا یا در ساقه یا در برگ یا در ریشه خود ذخیره میکنه به صورت نشایسته و ما با مصرف این نباتات ای نشای سر وارد بدن خودمان میکنیم بس دیگه به این داره که ما کجای نبات مصرف کنیم حالا ما و شما امروز در رابطه با برگ میخوانیم این چیزای ظاهری یک نبات بود خود برگ شامل بخش متفاوتی است ابتدا که با یک دیگه میریم در با کمک اسلایدها ها هم ساختمان ظاهری زاه... یا بیرونی و هم ساختمان داخلی یا مایکروسکوپی برگاره میخوانیم خوب شاگردای خوب در اسلایدی که ما برای شما تهیه کردم یک برگ آوردیم حالا میخوایم ببینیم این برگ شامل چه قسمت هایی هست خب هر برگی به وسیله یک قسمت به نام دنبرگ که برگ به ساقه وصل میکنه اما فراموش نکنین بعضی از برگ ها هم نداره و مستقیم به خود ساقه متصل است خب غیر از این دنبرگ ما پهنک یا خود تیقه برگ داریم که در نباتات مختلف شکل برگ ها متفاوت است مثلا در بازدانگان یا مخروطیان برگ های سوزنی داره در نباتات دیگه نظیر درخت توت نظیر درخت سب و درخت های میوه برگ های په نداره در بعضی از نباتاتی که در نواحی بیابانی و جاهای گرم زندگی میکنه این برگ ها زخیمه و حتی کرک یا پرز به روی اونا وجود داره لایه کیوتیکل زخیم داره و در بعضی از مناطقی که از نظر آب و هوایی معتدل و آب قابل دسترسی به آب داره برگ های نازکتری داره خب ای از ساختمان ظاهری برگ. اما ساختمان داخلی برگ خب اگر ما یک برش ارزی و مایکروسکوپی از برگ تهیه بکنیم ما سه قسمت در برگ ها میبینیم یک لایه اپیدرم یا اپیدرمیس بالایی یک لایه اپیدرم یا اپیدرمیس پایینی و زخامت برگ به نام لایه مزوفیل یا میان برگ یاد میشه اگه ما و شما همین کف دست خود رو به یک برگ تشبیه کنیم پست بالای دست ما میشه اپیدرم بالایی ای پست بالای، زیر دست ما میشه اپیدرم پایینی و زخامت یا کلوفتی و زخامت دست ما و شما میشه همون لایه میان برگ که به نام لایه مزوفیل هم یاد میشه خب اما ویژگی های ای لایه ها را با یکدیگر میخوانیم اگر به خاطر داشته باشید زمانی که انساج نباتی را من برای شما شاگردای خوب تشریح کردیم و یا درس دادیم و تدریس شد ما گفتیم که یک لایه بیرونی به نام اپیدرم ما و شما داریم یا اپیدرمیس خب مانند یک پوست که بدن ما و شما را از خارج می پوشانه لایه اپیدرم یا اپیدرمیس در نباتات هم از قسمت بالا و پایین نباتات مختلفه می پوشانه اپیدرمیس بالایی یک الا چند لایه است اما اپیدرمیس پایینی در برگ یک لایه است که دلیلش هم باز برای شما میگیم خب این اپیدرم کلا کار لایه اپیدرم چی هست مانند پوست ما و شما حجراتش به یکدیگر متصل است مخصوصا در اپیدرمیس بالایی میبینید که این حجرات هیچ گونه فاصله ای در بین از ای حجرات دیده نمیشه ای حجرات چفت چفت در کنار یک دیگر قرار داره خاطر از ای که مانع نفوذ میکروب ها مانع از دست دادن آب زیاد بشه و نگذاره که محی... آلودگی های محیطی سبب صدماتی به این حجرات نباتی بشه اما در اپیدرمیس پایینی حجرات به یکدیگر چسبیده هستند منتها در مابین از این حجرات ما یک سری سراخ ها یا روزنه هایی به نام ستوماتا هستیم که باز برای شما تشریم می که که ستوماتا یا این روزنه ها برای چی هست خب ما اپیدرمیس بالا و پایین برای شما مشخص کردیم این سوراخ روزنه یا ستوماتا نقش و وظیفه ای که داره کنترل بخار آب و گازات تنفسی هست در ابتدای روز که هوا خنک هست ای روزنه باز هست و در هنگام ظهر که هوا گرم میشه ای روزنه بسته میشه اما به خاطر ازی که در تصویر یا در شکل خیلی واضح و مشخص نشان دادن نمیتونستیم خوب واضح و مشخص برای شما نشان بدیم حالا من این روزنه ها را و چگونگی کار و باز و بسته شدن از اونها را در پای تخته برای شما شاگردای خوب تشریح میکنم خب شاگردای خوب ما گفتیم که ساختمان مایکروسکوپی برگ ها به این صورت هست که ما برگ ها را اگر بخوایم لایه های بالا و پایین اونا را نشان بدیم این حجرات بالا که به هم چسبیده و چفت چفت بود اپیدرمیس بالا بود و لایه میزوفیل یا میانبرگ است که ای کاری در قسمت نداریم به موقع تشریح میکنیم اما لایه اپیدرمیس پایینی گفتیم در لایه اپیدرمیس پایینی حجرات چسبیده به هم هست اما یک سری منافذ یا سراخهایی به نام روزنه یا ستو ماتا خب این روزنه یا ای ستوماتا در اپیدرمیس پایینی قرار داره این یک نکته مهم پس ما روزنه ها را در اپیدرمیس بالایی نداریم علت همی که روزنه ها در اپیدرمیس پایینی قرار داره به خاطر ازی هست که با تابش نور خورشید در, در ساعت های گرم روز اگر در این اپیدرمیس یا روزنه در سطح بالای برگ بود آب بیشتری را از دست میداد اما هم همی که در زیر برگ قرار داره یک سایه خود برگ هم کمک میکنه مانع از دست دادن آب زیاد میشه اما این روزنه چگونه باز و بسته میشه ما در دو طرف روزنه یک حجرات لوبیایی شکل داریم به نام گاردسل یا حجرات نگهبان روزنه خودش روزنه است اما دو طرفش ما گارد سل یا نگهبان روزنه را داریم خب این حجرات نگهبان روزنه وارد ساختمان و جزئیات از این نمیشی میشه در سنف یازده میخوانید اما همیقدر بدانید که وقتی که هوا گرم هست ای روزنه ها ای دوتا حجرات گارتسل میای روی هم میخوابه و راه روزنه را میبنده و در هنگامی که هوا خونک است مانند نزدیک اصر غروب یا اوایل روز که در صبح هستیم و هوا خنک هست این دو تا حجرات لوبیایی شکل یا گاردسل های ما از یکدیگر فاصله میگیره و راه روزنه باز میشه برای تبادل گازات تنفسی اما چگونه این حجرات گاردسل ما و شما کوچیک و بزرگ میشه این کوچیک و بزرگ تا همین حد بدانید که از طریق آب داخلش هست ان در صنف 11 باز برای شما ایره خوب میگم و شما یاد میگیرید که همی حجرات گاردسل که در دا داخلش آب هسته ای دیواره حجروی داخلی و خارجیش به یک زخامت نیست ای وقتی آب به داخلش نفوذ پیدا میکنه باد میکنه متورم میشه یعنی بزرگ میشه چون دیواره داخلی سخت و محکمه اما دیواره خارجیش نازکتر است به سمت بیرون کشیده میشه و زمانی که در گرمای روز نزدیک میشه و آب بخار میشه آبش از دست میده باز همون لایه خارجی نزدیک میشه به دیواره داخلی و دو تا از دو طرف که نزدیک شد روی روزنه را رو و مانع از دست دادن آب زیاد میشه این چگونگی باز و بسته شدن ستوماتا ها هست به کمک حجرات گارسل یا نگهبان روزنه هست خب شاگردای خوب امیدوارم که فعالیت یا نحوه عملکرد کرده ها و و بسته شدن را یاد گرفتید اگه بازم دوست داشتید بیشتر از این بدانید اشالا در سنف 11 همه اینا رو میخوانید اما لایه مزوفیل یا لایه میانبرگ چه ویژگی هایی رو داره؟ خود لایه مزوفیل که به بخ... دلیل زخامت برگ هست دارای دو نوع حجره هست یکی حجره های پالیسات و یکی حجره های اسفنجی حجره های پالیسات کشیده است و نزدیک به همه کام مانند آجرای یک دیوار حالا در شکل هم شما می بینید ای حجرات نرده ای شکل یا استوانه ای شکل است که ابتدا اگر از سمت اپیدرمیس بالایی بریم به اولین حجراتی که میرسیم حجره هجرا، های پالیسات هست خب حجرات بعدی حجرات اسفنجین نام داره که دارای کلوروپلاست حالا ما و شما میفهمیم هر حجره ای که کلوروپلاست داره چه کاری را انجام میده؟ بله ترکیب زیایی یا فتوسنتز انجام میده این حجرات در قسمت مرکزی تر قرار داره حجراتی که بیزوی شکل هست یا کروی شکل هست خب در این حجرات به زایلم ها و فلویم ها هم دسترسی داره پس چند تا نکته کانکوری و مهم ما و شما یاد گرفتیم یکی ای یک که روزنه ها یا ستومتا ها در اپیدرمیس پایینی هست دومن دو کلوروپلاست ها در حجرات, حجرات اسفنجی هست. حجرات اسفنجی در لایه مزوفیل یا لایه میانبرگ هست. فتوسنتز در کدام حجرات انجام میشه؟ همون حجراتی که کلوروپلاست داره. یعنی در حجرات اسفنجی. خب زایلم ها و فلویم ها به مجاورت کدام حجره هستند؟ پالیسات یا اسفنجی بله زایلم ها و فلویم ها به حجرات اسفنجی نزدیک است چرا که باید موادی رو که از زمین گرفته به برگ برسانه به کلروپلاس برسانه تا عمل ترکیب زیایی انجام بشه و گلوکوس های ساخته شده را با خودش توسط فایلم ها ببره در نتیجه انساج زایلم و فلویم به حجرات اسفنجی دسترسی بیشتری را داره خب شاگردای خوب یکی دیگه از ویژگی های ظاهری برگ ها رگ برگ هست یا رگبندی برگ ها هست خب در سطح برگ های مختلف ما رگبندی هایی را میبینیم که اینا با یکدیگه متفاوته در بحث معرفی نباتات تکمشیمه و دو مشیمه تا دود ما به اینا اشاره داشتیم گفتیم اونایی که رگ برگ های موازی داره نباتات تکمشیمه و اونایی که رگ برگ های منشعب یا جالمانند داره دو مشیمه هست. حالا انواع این رگبندی ها را هم میبینیم میگیم نوع رگبندی و نوع نباد بستگی داره بعضی ها منشعب و بعضی ها موازی هسته حالا در از تصویر که ما برای شما در این اسلاید آوردم رگبرگ شاخه ای را میبینیم مانند شاخه هست سمت راست و چپ رگبرگ های پنجه ای هست که از یک بخش رگبرگ مرکزی داره باز چندین بخش فرعی داره این به نام پنجه ای یاد میکنه رگبرگ موازی هست که در نباتات تکیمشیمه نخله برگ نخلها و غیره ما و شما میبینیم رگبرگ های منشعب یا جالمانند میبینیم که در برگ درخت انگور یا مو دیده میشه پس با توجه به نوع نبات ما و شما و نوع درخت ای رگ بندی های برگ متفاوت است خب برگ ها از نظر تعداد تیقه به دو دسته تقسیم میشه یا برگ های ساده ما شما داریم که یک تیقه واحد به دنبرگ متصل میشه یک برگ با یک دنبرگ به ساقه وصل میشه اما برگ های مرکب هم داریم که دارای چندین تیقه هست که به یک دنبرگ متصل میشه شما در این تصویر میبینید یک دانه دنبرگه که یک برگ به این دنبرگ متصل شده اما به این دنبرگ اینجا میبینید که چندین دنبرگ دیگه کوچکتر به او وصله هر برگ به وسیله یک تیقه یا یک دنبرگ به یک دنبرگ مرکزی وصل میشه بازی دنبرگ اصلی و مرکزی به ساقه وصل میشه اگه خود برگ مستقیم به ساقه وصل بود به نام برگ ساده یاد میشه اما اگر چند تا برگ یک جا شد و توسط یک دنبرگ بزرگتر به ساقه وصل شد به نام برگ مرکب یاد میشه ما یک تفاوت دیگه هم در دا برگ ها داریم بر اساس اتصال برگ به ساقه هست که چندین نوع اتصال برگ به ساقه ما و شما داریم که حالا این نحوه اتصال رو در پای تخت ما شما نشان میدم شاگردای خوب خوب دقت کنید تا اینا رو یاد بگیرید این ساقه یک نبات هست ما در ساقه گره داریم اگر بر روی هر گره یک برگ متصل باشه اینا رو میگه برگ های مت متناوب متناوب یعنی پشت سر هم از هر گره یک برگ رویش داره اما برگ های نوع دیگری را ما داریم که گره ها متقابله دقیقا روبروی همه یک برگ به این طرف یک برگ به این طرف اینا هم روبرو نیستن پشت سر هم هستن اما در یک... به یک اندازه یا در یک جا قرار نداره اینا متناوبن اما اینا رو میگن برگهای متقابل مقابل هم هست خب یک نوع دیگه از برگ ها را ما و شما داریم به نام برگ های ای این برگ های به این هست که مثلا اگر یک گره در اینجا هست چند تا برگ به همین گره وصله. به اینا میگن برگ های ای. پس به نحوه اتصال برگ ها که ای برگ ها چون به گره ها متصله آیا ای گره ها متناوب باشه یا متقابل باشه یک برگ وصل باشه یا چندین برگ باشه ما سنو برگ در دا ظاهر داریم برگ متناوب برگ متقابل و برگ های قنچه ای معمولا در سوالات امتحانی حتما حتما از این برگ ها یا از انواع برگ ها سوال می که برگ ساده داشتیم و مرکب که از روی دون برگ تشخیص میدادیم. و یا انواع برگ ها را از نظر اتصال میگه که ما و شما نگاه به گره میکنیم که این گره ها روبروی همن یا پشت سر همان یا چندین برگ به یک گره متصله اون وقت ما میتونیم بگیم برگ های ما متناوبه یا متقابل است یا برگ های ما و شما قنچه ای هست خب شاگردای خوب صنف هفتم مطمئن هستم که امروز خسته نشدین ما و شما به پایان درس امروز رسیدیم انشالله که چیزهای زیادی را از برگ ها یاد گرفته باشید و از این به بعد در بیرون در داخل حولی اگر به کدام درختی دسترسی دارید با یک نگاه علمی تر به این نباتات نگاه کنید. همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان میسپارم خدایا رو نگهدار شما